سلام جمعه 15 آبان 88 شش نوامبر 2009 میلادی دو تا سرفصل رو امروز راجبش بهش صحبت میکنیم سرفصل اول یک نگاهی به آنچه که چهارشنبه 13 آبان اتفاق افتاد الان میتونم به جرات بگم که تصویر کلی رو داریم و میتونیم کمی تحلیلی نگاه کنیم مطلب اول این است که جمعیت در تهران گزارش های مختلفی که بچه ها دادن از جاهای مختلف از نقاط مختلف شهر و فیلم و عکس هایی که هستش کماکان نشون میده که چیزی بالای یک کنیم شاید نزدیک به دو میلیون آدم در سراسر شهر تهران پخش بودن شما ممکنه در یک بخشی از تهران بودید و امکان اینکه تصویر کل رو داشته باشید نداشتید ولی الان که همه رو کنار هم میگذاریم و گزارش هایی که به خصوص بچه ها از نقاط مختلف دادن کسایی که دنبال میکردن در هر منطقه بگن چند نفر هستن برآورد این است که در یک روز وسط هفته جمعیت میلیونی باز ما در سراسر شهر تهران داشتیم در شهرستان ها هم گزارش های مختلفی که داشتیم نشون میده که جمعیت بسیار خوب بوده من برآوردی نمیتونم بگم از کل کشور و اصحاهی میکنم اگر بعضی شهرها رو اسم نمبرم اما فرض کنید مثلا غزوین گزارش هایی که ما داشتیم چندین هزار نفر در شهر غزوین فقط بودن یا در شهرهای کوچکتری از استان مازندران یا استان گیلان یا در هر جای کشور به هر حال نکته دومی که میخواستم بگم حرکتی است که حتی گسترده تر از روز قدس جنبش در سطح شهرستانها کرده و همونجور که دیروز هم گفتم آمدن تبریز به خیابون علا رغم همه فشارها نکته بسیار مهم حرکت روز چهارشنبه بود من باز هم ایمیل هایی رو دریافت کردم که وظیفه خودم میدونم تشکری رو که بچه ها از شهرهای دیگه کشور کردن حتی از شهرهای کوچیک برای من ایمیل اومده از بچه های تبریز بهشون بگم از همین طریق این رو هم بگم که همه ماها قائلیم به بچه های خوب تبریز بچه های خوب کردستان و سایر بخش های کشور که در واقع گروه های زبانی یا نژادی یا دینیه دیگه محسوب میشن این رو بگیم که همه ما قائلیم که حقوق اقلیت ها باید رعایت بشه امورشون باید به خودشون واگذار شه دموکراسی عمیق نمیشه مگر هرچه چه بیشتر کار مردم در هر منطقه ای به خودشون واگذار شه حقشون برای زبان های منطقه ایشون به رسمیت شناخته بشه برای دینشون بیطرفی حکومت نسبت به هر دین و باوری باشه دو حکومت وظیفه داره کمک بکنه به حتی ارتقاء زبانها و ادیانی که اقلیت محسوب میشن اما رسیدن به این اهداف عملی نیست مگر اینکه همه ماها الان که یک موضوع ملی در سطح کشور در جریان اون هم مقابله با استبداد دینی و گرفتن حقمون برای دموکراسی و آزادی و حاکمیت ملی همه دوش به دوش هم دیگه حرکت میکنیم این تنها مسیری است که اگر بتونیم بهش برسیم حکومتی که فرادینی باشه حکومتی که حقوق بشر و یکسانی انسان ها در دستور کارش باشه اون وقت این امکان هست که در مناطق مختلف ایران بریم به سمت اینکه هرچه بیشتر کار رو به مردم هر منطقه واگذار کنیم و حق مساوی برای همه برقرار بشه و همه بتونن که هر چه بارورتر فرهنگ های منطقه و ادیان منطقه ای رو اعمال بکن نکته سومی که میخواستم بگم این بود که در تظاهرات سیزده آبان بیشترین تمرکز در سراسر سر کشور متوجه شخص آقای خامنه ای بود به عنوان رأس استبداد دینی کشور و وقتی که عکس او رو در حالی که خودش در تهران هنوز حضور داره به نشانه زائل کردن و شکوندن اقتدارش پایین میکشن و پاروش میگذارن کاملا نشون میده که مردم در روزی که میخواستن از زهر چشم بگیرن از مردم نترسیدن این نکته بسیار مهم است چون اینجور حکومت ها میدانند که رقیب و حریف یک ملت نمیشن بنابراین هر چقدر هم که قشون و لشکر و نیرو داشته باشن باید با ایجاد رعب و وحشت اعصاب مردم رو فلج کنن با ترس بتونن کمبود نفراتشون رو برای سیطره بر یک ملت اعمال بکنن جبران بکنن ولی وقتی ترس یک ملت میریزه اون وقت این میشه که در روزی که میخوان مردم رو بترسونن عکس دیکتاتور رو میکشن پایین روش پا میگذارن و بهش پیغام میدن که باید در واقع بری کنار بر حال این نکته سوم این تظاهرات بود نکته چهارم این بود که مجموعه رو وقتی نگاه می کردی کاملا نشون میده که جنبش نسبت به فردای سی خورداد که اون سرکوب وحشیانه شد و یک طفل تازه به دنیا آمده بود الان نوجوان قوی شده که جای رشد داره ولی دیگه تاکتیک پذیر شده به خوبی در همه جا دیده میشد بچه ها شعار میتونن عوض بکنن پخش بشن حرکت بکنن و خودشونو نمیبازن دیسیپلین مبارزات بیخشونت رو گاهی به خوبی حفظ کردن و مجموعا نشون میده که جنبش رشد کیفی کرده این همونی هم از که حکومت رو به وحشت انداخته حکومت سعی میکنه که دائما دستگیر کنه و سازماندهان رو پیدا کنه کادرها رو دستگیر کنه از یک اصل ساده غافله و اون است که جنبشی وقتی درست حرکت کرده از پایین ترین لایه هاش کادر سازی میکنه و شبکه بندی ارتباطاتش شبکه بندی غیر متمرکزی است که هر کی هم بگیرن هیچ تفاوتی نمیکنه این اصل ساده رو سرکوبگرا نمیفهمند کما اینکه بچههایی رو که دستگیر کردن دائما ازشون سوال میکردن که کی به شما خط میده چجوری حرکت میکنین چجوری سازماندهی میکنین کادراتون رو بشناسیم قافل از اینکه هر سرباز یک رهبره و هر آدمی یک کادره و به موقع میتونه که اصول جنبش بیخشونت رو اعمال بکن نکته پنجمی که میخوام بگم این است که در سمت حکومت با وجودی که دیویس هزار تومن سی هزار تومن برای یک روز پرداخت کردن یکی از بچه های بسیج دانشگاه تهران که کنار کشید خودشو از اینا و آدم موثری بوده به پیغام کرده بود برای من که تا یک میلیون تومن برای یک روز حاضر بودن بهش بدن که بیاد و دیگرانی هم سازماندهی کنه و او البته نرفته با همه این پول خرج کردن ها هزار نفر تا دو هزار نفر حد اکثر آدمی بود که جلوی سفارت آمریکا در تهران جمع کردن میلم گذاشته بودن حفاظت چون کنه از ترس بچه های ما هم صورتشون رو یدشون پوشونده بودن چون سلاح ما این است که عکسشون رو میندازیم فقط افشا میکنیم که اینها با جنایتکارا هستن و این توان این حکومتی بود که ما دعوت کردیم که اگر راست میگون 24 میلیون آدم تو روز سیزده یابانی که مال توه بیار توی خیابون به نفت شعار بدن و فقط یک عده سرکوبگر که مجموعا 50 هزار نفر برآورد میشه با فوق جنگی‌هایی جنگی هایی که پرداخت کردن سپاه آورد در خیابون و سعی کرد که در واقع اونها رو به جون مردم بندازه و دیدیمم که به محض اینکه بچه ها پخش شدن هیچ کاری از دستشون بر نیومد نکته شیشومی که میخواستم بگم این است که هدف اصلی حرکت جنبش در سیزده آبان این بود که این پیام رو به دنیا بده که ما خواهان صلح برای دنیا و دموکراسی برای ایران هستیم چون از هر آکسیونی ما یک هدف محوری داریم ضمن دنبال کردن اهداف کلی جنبش این هدف به بهترین شکل به دنیا منتقل شد به بهترین شکل ممکن در واقع حکومت در دام ملت افتاد اگر سرکوب نمیکرد سر یک دوراهی باخت باخت بود اگر دست به سرکوب نمیزد صحنه های بزرگ اجتماعات مردم اون وقت به دنیا پیام داد ولی وقتی که دست به سرکوب زد درست مردم پراکنده شدن اما فیلم اون سرکوب ها خودش مؤثرتر از این بود که مردم صفوف بزرگ درست کنند با زبان تصویر دنیا دیدن که یک ملتی صلح آشتی و دوستی میخواد در شعارهاش میگه یک حکومتی سرکوب خشونت و آدم کشی رو پیشه کرده به بهترین نحوه ممکن این شعار به دنیا منتقل شد به خصوص اینکه فیلم و عکس خیلی خوبی به دنیا آمد اگرچه عکس نشون داد که امروز من روزنامه ها رو مرور میکردم ما از عکس خورده ضعیف بودیم و به نظرم مرتبه های بعدی غیر از فیلم بعد. عکس رو هم یه خورده بیشتر دقت بکنیم برای اینکه در تهیه بکنیم برای اینکه خوراک روزنامه ها میشه بر حال خسته نباشید 13 آبان یک روز تاریخی شد که مطمئنم در تاریخ آینده درج خواهد شد در واقع ما داریم تاریخ میسازیم که آیندگان به نسل جوان امروز ما مفتخر خواهد اما محور دوم بررسی بحثی است که صحبت کردیم که در خیابان بمانیم ضرورتش امکانش پیش اومده این بحث رو میگذارم برای فردا امروز هم نرسیدم تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران